خوش اومدین به اولین ولاگ من، ولاگ تخصصی یک جلسه سرویس آسانسور. من مهدی خسروانی افتخار دارم که این ولاگ رو براتون گزارش کنم. بریم سری ببینیم. واو. اولی کاری که توی سرویس نگهداری انجام میدیم بعد از اینکه وارد موتورخونه میشیم و در موتورخونه رو باز میکنیم، روشنایی چاه آسانسور رو، روشنایی چاه رو روشن کردم، در جعبه سفاز رو بستم. حالا با آسانسور میام پایین، میام آخرین طبقه، طبقه آخر، میام شروع میکنم بررسی هایی که از طبقه پایین باید انجام بشه رو انجام میدم. خیلی از این بررسی ها بررسی های دیداری هست. خب آسانسور رو میفرستم بالا، خودم پایین وای میستم، کنتاکت رو میگیرم تا آسانسور شروع به حرکت بکنه و سری مینی کامل بشه. آسانسور رفت بالا، الان دارم کف چاه رو میبینم. خب این کف چاه از اون کف چاهاییه که باید اخطار بخوره و این اقدام بشه برای تمیز کردنش. چه چیزی رو من کف چاه چک میکنم توی جلسه سرویس نگهداری؟ وقتی که شما کانتاکت گرفتی و دربمون لولاییه، حرکت آسانسور رو اینجا توی چاه ببین. چه وضعیتی داره این حرکت رو چک کردن؟ اولا که شما حرکت فلکه گاورنر پایین رو مشاهده میکنید. گاورنر پایین بعضی موقع ها لغ میشه، بعضی موقع ها سرصدا میکنه و بعضی موقع ها سرصدا نمیکنه و باز هم لغه. همه اینها توی حین حرکت معلوم میشه و باید دقیق با چشم بررسی بشه. همینجور که داره آسانسور میاد پایین، چیا رو دارم بررسی میکنم؟ آسانسور که داره میاد پایین، المانی که به چشمم میخوره اینهاست. کفشک های لته های کابین باز نشده باشن، از سر جای خودشون بالاتر نیامده باشن. حالا من همیشه یک بار کورس کامل آسانسور رو تست میکنم وقتی که پایینم و دارم از پایین چاه به آسانسور نگاه میکنم. الان طبقه 5 طبقه آخره، شخصی زدم بره طبقه 5 آسانسور. حالا میخوام بازرسی بکنم ببینم آسانسور وقتی داره میره بالا و کادر وزنه میاد پایین، اولا که صدای اضافه داره یا نداره. از پایین چک میکنم ببینم لقی اضافه این استارت و استوب داره یا نداره. همینجور که داره کابین آسانسور میره بالا، تراول کاب داره چک میشه، ببینم که تراول کاب سیم زدگی بیرون داره یا نداره. الان که آسانسور رفت طبقه آخر، کابین آسانسور رفت طبقه آخر، کادر وزنه اومد جلو چشم، چک میکنم ببینم کادر وزنه از اون قسمتی که سیم بوکسل ها بهش متصله دیفورمیشن یا تغییر حالت داره یا نداره. این تغییر حالت ممکنه ایجاد بشه بر اساس خستگی پروفیل هایی که توی کادر وزنه استفاده میشه و فاصله بین بافر و پایین کادر وزنه، انتهای کادر وزنه باز همینجا بازرسی میشه به صورت دیداری. اگر سیم بوکسل افزایش طول پیدا کرده باشه و دیفورم شده باشه، اینجا خودش رو نشون میده و کادر وزنه به بافر نزدیک‌تر میشه. شستی میذارم آسانسور بیاد پایین، دوباره توی برگشتم یه بازرسی از دیر کابین و قطعات دوباره انجام میشه تا کابین بیاد پایین و ما سوار آسانسور شدیم و بریم سراغ بقیه کار. رفتم داخل آسانسور و کارهایی که قراره توی کابین آسانسور انجام بدیم، اینم بیمه، کارت بیمه آسانسوری که باید توی آسانسور نصب بشه. حالا نوبتی چیه؟ حالا از طبقه پایین دونه دونه طبقات رو میزنم میرم بالا، نوبت چک کردن دیکتاتور هاست و در صورت نیاز ریلاش کردن دیکتاتور ها برای اینکه به بهترین نوع حرکت درب لولایی برسیم. خب من اینجا دیکتاتور رو چک کردم، دیکتاتور خوبه، اینجا دیکتاتور خوبه. معمولا هم دیکتاتور ابتدای حرف از نیاز ریگلاژ بشه، هر جلسه نیاز اصلا نیاز به ریگلاژ دیکتاتور نیست. اگر این اتفاق میفته یعنی دیکتاتور خرابه و درست کار نمیکنه. همینو انجام میدم تا بالاتر طبقه 5 تمام دیکتاتور رو چک میکنم. اینجا طبقه همکفه، طبقه همکف معمولا بیشتر دیکتاتورش خراب میشه. چند بار دیکتاتور رو چک میکنم و همین ریگلاژ دیکتاتور روی بسته شدن درفرین، بسته شدن درفرین، بسته شدن قفل هم تاثیر داره. ریگلاژ دیکتاتور یه پروسه کاملا تخصصیه که به تمام اجزای قفل هم بستگی داره.
و نمیشه صرفا با سفت کردن و شل کردن پیش بگیم این دیکتاتور خوبه و تو حالت خوب داره کار میکنه. ممکنه بعد از اون در بسته نشه و آسانسور اصلا از اون طبقه حرکت نکنه. پس دقت داشته باشید که خودتون به هیچ وجه دیکتاتور رو تنظیم نکنید. اومدم سراغ کیف ابزارم تو موتورخونه و شروع میکنم به تمیز کردن چی؟ تمیز کردن تابلو فرمان آسانسور. هر جلسه خاک هایی که احتمالاً روی تابلو فرمان آسانسور نشسته، روی ترمینال ها، کف تابلو و هر جایی از تابلو داخل تابلو فرمان آسانسور خاک نشسته باشه، با یه قلم خیلی آروم اون رو تمیز میکنم. اینکه دارم تمیز میکنم، وقتی داخل موتورخونه آسانسور هستم، همونجوری که دارید میبینید شاسی میگیرم، یعنی طبقات مختلف رو فرمان میگیرم، همون هین که دارم تابلو فرمان آسانسورم تمیز میکنم، به نوع حرکت موتور نگاه میکنم، صدای موتور رو نگاه میکنم، صدای الکتروموتور رو بررسی میکنم، صدای اضافه اگر از گاورنر میاد، سیستم ترمز ایمنی میاد، اون رو هم بررسی میکنم. وقتی که تو موتور خونه هم پشت سر هم احضار میگیرم، فرمان میگیرم، طبقات مختلف، بالا، پایین، کورس بلند، کورس کوتاه. هم تجهیزات الکتریکی مثل کنتاکتورها و داخل تابلو رو هینه عملکردشون بررسی میکنم، هم بحث موتور و گاورنر. نظافت تابلو توی سرویس نگهداری یکی از المانهای اصلی نظافت صنعتیه که به هیچ عنوان یک فرده که توی حوزه آسانسور نیست نمیتونه اون نظافت صنعتی رو به خوبی انجام بده. نظافت تابلو تموم شد، اومدم سراغ نظافت موتور. نظافت تجهیزات روی موتور معمولا کاری که من انجام میدم اینه که بذارمش به عهده خود ساختمون، یعنی بهشون میگم که آسانسور رو خاموش کنید و تمام پوسته بدنه موتور رو تمیز کنید که خاک روی بدن موتور نباشه. اما خب اونه خیلی ها توجه نمی کنند به این تذکرات. من چی کار میکنم؟ اون قسمتی است پوسته موتور که نزدیک به لنز و دیسک ترمز موتوره، اون قسمت رو با همون قلمی که دارم خاکاشو میگیرم، همونطور که گفتم میرم دوباره سراغ فرمان گرفتن و طبقات مختلف رو احضار میکنم آسانسور رو. حالا میام سراغ بررسی خود گاورنر و عملکرد گاورنر. بازرسی دیداری گاورنر به این صورت انجام میشه که شما تست میکنی هینه حرکت، اگر صدای اضافه‌ای بده گاورنر حتما به مشکل خورده، نوع حرکتش وقتی که داره حرکت میکنه و آسانسور توی سرعت نامیه، از این زاویه دقیقا به گاورنر نگاه میکنی. دو تا پارامتر رو اینجا میتونیم بررسی بکنیم. پارامتر اول حرکت خود سیم بوکسل تا موقعی که میرسه، تا اونجایی که میرسه به دسته اسایی پاراشوت. از اینجایی که روی گاورنر هدایت شده تا اونجایی که به دسته پاراشوت رسیده، هر چقدر میره پایین‌تر بررسی میکنم، نگاه میکنم که ببینم حرکت اضافی داره یا انحراف داره از این قسمت تا رفته اون پایین یا نه. اگر انحراف داشته باشه یا تکون‌های اضافی داشته باشه، حتما باید دسته پاراشوت، اسایی پاراشوت و خود فلکه گاورنر اینها نسبت به هم تنظیم بشن تا حتما همراستا باشه. خود گاورنر هم حتی تو دو جهت افقی و عمودی اینجا چک میشه که شفت اصلیش تاب ایجاد نشده باشه. توی هر دو جهت این بررسی و بازرسی انجام میشه. میرم سراغ فلکه هرزگرد. همین بازرسی چشمی رو روی فلکه هرزگرد انجام میدم، یعنی دقیقا عمود وای میسم بالای فلکه هرزگرد، خود سیم بوکسل ها و انحرافشون بررسی میشه. خود فلکه هرزگرد اگر اینجا لقی داشته باشه، بلبرگش مشکل پیدا کرده باشه، اینجا توی هین حرکت، توی سرعت نامی دقیقا معلوم میشه وقتی عمود به فلکه هرزگرد نگاه کنی. اگر تو هر جهتی لقی داشته باشه و تاب برداشته باشه، از این زاویه که به فلک هرزگرد نگاه میکنم لقیش کاملا معلوم میشه. خب اینجا مشکل خاصی تو فلک هرزگرد نداریم. و مورد بعدی که روی موتور مربوط به سیم بوکسل ها بررسی میشه، سطح سیم بوکسل ها روی فلکه اصلی آسانسوره که اینجا متاسفانه سیم بوکسل ها مشکل داره. من تذکراتشو دادم و قرار سیم بوکسل ها و فلکه اصلی تعویض بشه. از این زاویه باید وقتی که به سیم بوکسل ها نگاه میکنیم، همه باید سیم بوکسل ها در یک راستا باشن. اون سیم بوکسلی که پایین تره نشون میده که فلکه اصلی رو بیشتر خورده، به هر دلیلی، یا بار روش بیشتر بوده یا کمتر بوده، سر خورده بیشتر،
به هر حال فلکه اصلی رو خورده و باعث شده که اون شیار بیاد پایین‌تر. بعد از اینکه بازرسی‌ها رو توی موتورخونه انجام دادم، میام سمت کابین آسانسور، کابین آسانسور میارم پایین که از طبقه بهش دسترسی داشته باشم و شروع میکنم بازرسی درب کشویی. پیچ‌های این درب رو باز میکنم و حالا دسترسی دارم به بورد سردرب یا درایور سردرب. میذارم به حالت دستی و باز و بستش میکنم. همینجوری چند بار باز و بستش میکنم، همه اون تسمه ها، تسمه تاین و اون تسمه زوزنقه‌ای یا تسمه‌ای که تحت فشاره که مربوط به موتوره، همه اینا رو بررسی میکنم. اگر علائمی از پارگی داشته باشه، اگر خیلی خشک شده باشه، اگر احیانا خاکی روش ریخته باشه، باید تمیز بشه و به هیچ عنوان این دوتا تسمه نباید چرب یا روغن کاری بشه. با یک شوینده کاملا خشک باید اینها تمیز بشن. باز و بسته میکنم، حرکت در رو بررسی میکنم، اون قلقله هایی که روی لته ها برای حرکت لته ها ایجاد شده، در حرکت لته ها قرار داره، اونها رو بررسی میکنم. فضایی مربوط به ریل این دربای کشویی، هنگل ها و کلا مکانیزم سردر، مکانیزمیه که دشمنش خاکه. یعنی خاک به شدت روی عملکرد این قلقله هایی که داره روی حرکت میکنه، یا قلقله هایی که بوکسل بهش وصله یا تسمه ها تاثیر میذاره و عمر اونها رو کاهش میده. پس من خیلی دقت دارم روی تمیزی مکانیزم سردرب. حتی پشت مکانیزم سردرب تاکید دارم که هیچ خاکی وجود نداشته باشه و همه اون خاک ها رو هر جلسه اگر ریخته باشه و ایجاد شده باشه کاملا تمیز میکنم. واقعا به به چه آسانسوری شد ای جان. نکته رو بگیر. اینجا دارم چیکار میکنم؟ دستمالم رو اینجا تینری کردم، تینری که روی کابین وجود داره، بعد براشون تهیه کردم، گذاشتم روی کابین. این دستمال رو تینری میکنم، میکشم هر جلسه روی ریل این قلقله ها. چه اتفاقی میفته؟ ریل قلقله ها هر دفعه خاک میگیره، هوای بیرون، گرد و غباری که از بیرون وارد چهار آسانسور میشه، این ریل ها خاک میگیره. تمیزی این ریل ها به عمر تجهیزات هنگل و تمام قلقله ها به شدت موثره. به خاطر همین هر جلسه همه اینها رو من تمیز میکنم و هر جلسه که من دستمال میکشم با تینر روی اینها، دستمال به شدت کثیف میشه و این نشون دهنده خاکیه که توی فضای آسانسورها وجود داره. کار مکانیزم سردرب که تموم شد، میرم سراغ چی؟ میرم سراغ پر کردن روغندونان. این روغنی که روی کابین وجود داره، اگر روغندون خالی کرده باشه، میریزم روی روغندونا و روغندون رو پر میکنم. اگر میبینید ماه پیش تو روغندون رو پر کردی، یک ماه بعد اومدی سر این آسانسور و روغندون هنوز تو همون حالت بود و خالی نشده بود، این نشون میده که کنف روغندون مرخصه و روغندون باید تعویض بشه، یا حداقل کنف اون باید تعویض بشه. خب بعد از بازرسی ها و تمیزکاری ها و نظافتی که روی کابین انجام دادم، حالا وقتشه که دست به کار شیم و بریم داخل چهار آسانسور، بریم تو دل کار و کاری که تو دل چهار آسانسور باید انجام بدیم رو انجام بدیم. میرم روی کابین، در رو میبندم و ریویزیون میگیرم و میرم کارها رو انجام بدم. همینجوری که دارم ریویزیون میگیرم، لقه در رو چک میکنم، یه دست میذارم به درها ببینم درهای لولایی اگر تحت فشار قرار بگیرن این حرکت سری ایمنی رو قطع میکنن یا نه. همینجوری میرم ریویزیون میگیرم، میرم پایین، قطعاتی که توی چاه وجود داره، حتی اون قطعاتی که ثابتن هم چک میکنم، ریویزیون میگیرم، بازم میرم پایین‌تر. خب اومدم پایین‌تر، رسیدم به کادر وزنه، رسیدیم به یکی از قسمت‌های جذاب داستان. اینجا کادر وزنه باید محافظ کفشک باید بررسی بشه. کفشک‌های کادر وزنه رو من بررسی می‌کنم. اگر شل شده باشه حتما سفت می‌کنم. اینجا خود سربوکسل ها، اشبیل سربوکسل ها، مهره سربوکسل ها، همه اینها رو بررسی میکنم. اگر سرصدا بدن یکم اسپری چرب بهشون میزنم. اینجا خود وزنه ها چک میشن، معمولا اون وزنه هایی که داخلشون شنن و روکش پلاستیک دارن گاهی اوقات دوچار پارگی میشن و محتویات داخلش بیرون میریزه، این باعث میشه که وزن کم بشه و مشکل ایجاد بشه توی آسانسور. تمام این وزنه ها باید چک بشه. خیلی از موارد به وجود میاد که مشکل از خود کادر وزنه و وزنه های داخلشه. اگر با دقت موارد بازرسی بشه هیچ مشکلی به وجود نمیاد. ریویزیون میگیرم، یکم میرم پایین تر، کفشک های پایینم اینجا معلوم میشه که چه اتفاقی براشون افتاده، سالمن، دارن خوب کار میکنن یا نه. خب با کادر وزنه خداحافظی میکنیم و ریویزیون میگیرم، میرم پایین تر،
همینجوری داره درها چک میشه از داخل چاه و میرسیم به پایین چاه. اگر اینجا در اوتون درها فول اتومات باشن، خود سیستم مکانیزم درها رو چک میکنن، قلقره هاشون رو چک میکنن، اگر نیاز داشته باشن دوباره با همون داستانی که سر مکانیزم در کابین داشتیم در طبقات رو هم تمیز میکنم، ریل ها، هنگل ها، اگر نیاز داشته باشن قلقره های اسپری چرک میخورم. بازرسی داخل چاه هم که تموم میشه، عرضم به حضورت که میرم کیفم رو ور میدارم، فاکتور رو تقدیم مدیر ساخته اون میکنم و زحمت رو کم میکنم. رفقای عزیز آسانسوری، اگر نکته این کار توی سرویس نگهداری که انجام دادم به چشتون خورد، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. اگر از یوتیوب دارین برنامه میبینید، کانال یوتیوب من رو میتونید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. و اگر از اینستاگرام دیدم میتونید پیج من رو فالو کنید. بعضی استودیوهای فنی و پست های درجه یکی فنی آسانسوری که میذارم دست